افتضاحه. اجتماع سه طعم جذاب. برو. شیرین و تند و ترش. آقا امروز ما اومدیم با یه ویدئوی تابستونی خیلی خنک و جذاب. این ویدئو مخصوص تابستونه و هندونش، به خاطر همین ما اومدیم که اینجا بهتون چند تا روش خیلی خفن و باحال برای خوردن و قاچ کردن هندونه و اینا، اصلا یه چیزایی که دهنتون آب بیفته و تو این گرمای تابستون یه کمی با ما خنک بشید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. بی معطلی بزنیم بریم. آقا این سناریویی که میگم خوب گوش کنید، چون خیلی مهمه برای این طرف. ببینید، فرض کنید شما رفتین بیرون تفریح، خب تو تابستون، بعد رفتین مغازه یه هندونه قاچ شده خریدید، بعد میایین بخورینش، میبینین که ای وای چاقو رو یادتون رفته. ولی از اونجایی که مامانا همیشه نخسوزن همراهشون که اگه شلوارای بچه‌ها پاره شد، یعنی من یه سوالی دارم، چاقو نبوده نخسوزن؟ خب نخسوزن هست دیگه همیشه. باش. خب بعد شما یه نفرم مثل امیر سعدا تو تیمتون هست که میگه بخورم. اینجاست که این طرفم به کارتون میاد. برید ببینید، بریم ببینید هندونه رو چجوری قاچ کنید. You go across the top of your watermelon the way that you want your pieces sliced, thick, thin, however you want. And then after you go across the top, you take it underneath the bottom of it. And then let's see if it worked. So, it worked! Didi, bale. خب همونطوری که دیدین طرفم به این صورتی که این نخو اینجوری میکنی، میای اینجا از نخهای با کیفیت استفاده کنی. یعنی نخی که با هندونه پارشه واقعا یعنی چی؟ خوبه، راه افتاد. خوبه، خیلی هم نازک، اصلا اینه چاقو واقعا داره میبره. خب بس دیگه بچه ها، تشویق نکنید. تشویق نکنید، اینو بگیر. من بگیرم؟ آره میتونی؟ داری از وسطش میری؟ نه از این بر دارم پاره شد. نختون پاره میشه. میفهمی بچه هندونه میخواد، مجبورم. تموم شد؟ واه، هر کی بشقابش صاف باشه بهش میدم. همین صد آوسته. نه نگاه کنید چقدر عالی. خب بذار نتیجه نهایی کار نکنید، اینجوری میشه قشنگ یه گاو راحت میتونه تشبه. یه گاو خوبه دیگه، حیوانات هم حقی دارن، از سهم ما حقی دارن. بله. خب این از اولین ترفند. آقا اینو بهتون بگم، هرچی میریم جورتر ترفندها خفنتر باحالتر میشه ها. تا آخر ویدیو باشید، بریم ترفند بعدی. لذج میشه، یه حال بدی میده لیزه. خب به خاطر همون به نظر من خیلی کاربرد. حالا اینجوری تست کنیم، این تازه میمونه. یعنی الان با این ترفندی که شما دیدین هندونه تازه میمونه دیگه. یه حسی بهم میگه هندونش اصلا سبزه. خیاره. والا نگاه کن، نگاه کن چاقو به جنگ قرمز چی سبز میشه. این فکر کنم از این هندونه بدون هستم هست ها، هسته میدید شیرین فعلا که نه نخور داره هندونه. از دست کودکان دور نگه دارید بچه ها. من چیزه میبینی این شکلش چه مدلیه؟ من انگلیسی بلدم، سکوئر بچه هسته داره. آدم باید با قاشق بخوره ها، میتونیم فقط یه خورده همچین مجلسی نیست، میتونیم میکس کنیم بخوره. مجلسی نیست. چی؟ این که مامانتون هندونه خریده از شب قبل برای مهمونا.
اجازه نمیده شما بخورین. این کارو میکنی، درش هم میذاری، میخوری. هیچکی هم نمیفهمه. میخوری درش هم میذاری. چی بود؟ ببینم ببینم. کجاشو بریده بودی؟ نگاه کن. نیست. سه میبینی؟ چقدر خفن. خب آقا، یه ویدئوی دیگه داریم. این ترفندو بریم ببینی. یکی خیلی باحاله. یعنی خوراکش فقط اینه که در بذاری برای هندونه و از درش وارد شی. یعنی این ویدیو واسه امیر صدر و امیرعلی مثل بهشته. دارن خودشون خفه میکنن با هندونه. خب آقا نگاه کنی، این دوتاش جا نمیشه توش. منم مجبورم یه دونهشو بکنم. یه دونه ای. بریم. آماده؟ یک دو سه. روشن میرسیم. خب شد دیگه نمیده. اسمش چای نفت پیدا کردی ها؟ 20 minutes later. دیگه فکر کنم بستشه دیگه. فکر کنم بس میشه واقعا. خوب به نظر که خیلی خوب میاد. یه جاهایش نشده. داری ضخامتشو میسنجی؟ آره. میتونیم به عنوان ظرف از این استفاده کنین. یه لیوان بریزین. بچه جون دست نزن. یه لیوان بریزین. به به. اوه چه کسافت کاری. درشم بذاریم بزنیم تو یخچال. افتضاحه. چرا؟ حس میکنم دارم تیکه های اینجا قلوم 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 به هندونه. آها یعنی خوب شکل نشده؟ نه. پس بریم برای ترفند بعدی. آره. بچه ها براتون قشنگ پوستش رو جوری کاسه ای در بردم تش میرم بشون به حال. آقا یه چیزی ریخ، شاید چیزی بدی باشه، شاید چیزی خوب باشه، ولی ما بجوش گلاب میریزیم. ما ایرانی بچه ها. خیلی ترش نخوری. بیمار خوردی؟ برای ما بعد خوردن آب هندونه اینجوری بشیم احتمالا. یک دو سه. Later that same evening. خب حالا وقتشی که بریزیمش توی ظرف. آقا من اینو آوردم که زود یخ بزنه. داریم بریزیم. همون لایه بسته ها؟ آره دیگه. زود یخ بزنه. بعدت هم باید بشه بستنی طوری. یخ در بهش. بستنی بودا. یخ در بهش. آقا شما بگید کامنت کنید. بستنی بودی یخ در بهش. یخ در بهش. خب پس ما اینو میذاریم تو فریزر. آخر ویدیو میاریم تستش میکنیم. آقا ممکنه برای تو سوال پیش شد وسط این همه ترفند هندونه‌ای خیار چی کار میکنه؟ واقعا تیکتکشو ببینید. زودی بیاییم میخواییم تستش کنیم. That if you take sliced cucumber, add some sugar, let it sit for a second and then try it, it tastes just like watermelon. Add some sugar. Give it a nice little rub dub dub. Let it sit for 5 minutes and try it. خب آقا همونطوری که تو تیک تاک متوجه شدین میگه که اگر خیار رو اینجوری شما برش بزنید، خب روش شکر رو بریزین، خب طعم هندوانه میده. یعنی اصلا باور کردنیه. مثلا ما آقا باید گلم بکنیم که مزه هندونه بده. گل هندونه. خب مثل اون آقاه مالش هم بدیم. 1 minute 37 seconds later. بریم تست کنیم. با حاله تو تست کن. آقا مزه هندونه میده واقعا. مزه هندونه میده تو مزه خیار میده. نه خوبه شیرینه. مزه هندونه خیار. آقا بعد یه بار تستش کنیم. خیلی باحاله.
بریم تیک تاک بعدی. خب همونطور که دیدین یک روش بسیار راحت و جذاب برای برش دادن هندونه به صورت چهارپاچ اینجوری چهارپاچ مثلثی شکل. خب آه خیلی فکر کنم Look at this. Oh my god. عجب هندونه اصلا هندونه ترک خور ترک خورش ملسه. تا این مرحله مثل تیک تاک میریم، از اینجا به بعد باید برش بزنیم. خیلی راحت تبدیل میشه به چهار قاچ. ما از این چهار قاچ باید چقدر زشتی، چه رنگ زشتی. آقا اینقدر انرژی منفی نده، هندونه است دیگه. رنگش خیلی زشتی. صورتش زشته. ولی شما نگاه کن چقدر قشنگ چهارقاش چهارقاچ شد. مثلا مهمونی دارین یا رفتین بیرون دوره همی، اینجوری قشنگ چهارقاچ میکنیم میدیم بچه‌ها. نه نگاه کن فقط اونو، اصلا منتظر نمون بهش بدی. اصلا آقا حالا که اینا رو چهارقاچ کردیم، یه تیک تاک هست برید اونو ببینید. زود بیان که بخوریم ببینیم چه جوری میشه. The best way to eat watermelon. Hit it with some lime juice and a whole lot of tahini for some heat. Look at how incredible that looks. Let's give it a bite. Sweet, tangy, spicy. The best way to eat watermelon of all time. خب این یه روش خوردن هندونه است، یعنی طعم دادن به هندونه. یعنی شرط می‌بندم تا حالا تو عمرتون ندیدین. آره واقعا عجیب و غریب. میگه لیمو، ما این لیموهایی که نصفش رو ریختیم توی معجون قبلی میپاشیم روش. ببین من نفهمیدم اون چی ریخ، ولی آخرش چون گفت اسپایسی حد زدیم که احتمالا فلفل بوده. ما هم فلفل میریزیم روش. اوه 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 چه بسوزی. اجتماع سه طعم جذاب. برو سوختی؟ راست میگه خیلی میگه آدم حس عجیب غریبی داره، شیرین و تند و ترش. چطوره؟ و یه بار تجربهش واقعا بده منم بخورم. با حال بوده؟ آره خیلی طعم جذابی. آقا تستش کن یه بار، ارزشش رو داره. بچه میبینیم بابا چه میگه. میگه میچکه. آقا داری خنک میشین با دیدن ویدیو یا نه؟ برقاتون هم قطعه. اینو ببینین حالتون. این قطعه برقا و گرمای هوا. فقط هندونه بخورین ما چهار تا ببینید. بریم تیک تاک بعد. Plop it down on our cutting board. Now we gotta cut it this way. It's pretty cool. یعنی باید وضعیت ما رو بعد از ضبط هر قسمت میدیدیم که یکی اینجوری در حال چکیدن، یکی اینجوری در حال چکیدن زیر شیرای هر قسمت. ما داریم اینجا رو میشوریم، بچه ها رو میشوریم، میز رو میشوریم، زمین رو میشوریم، بعد دوره میایم قسمت بعدی. قدر بدونید آقا این تیک تاکی که دیدین این چقدر سفت، برعکس اون یکی که ترک میخورد. من این روش رو خودم خیلی دوست دارم برای قاچ کردن. آره ما قبلن این کار کردیم. آره خیلی جذابه. بعد هندونه رو این بری میذاریم بریم سراغش. پیشنهاد میکنم تا آخر نرید، یعنی آخرش رو بذاریم بمونه تا پارتاش از هم جدا نشه. بریم برای محله پایی. جام سفت از اون یکی بابا دوست نداره. بده بخورم. مانور زلزله داره شروع میشه. آماده این؟ استایلو نخوردم. بچه ها میخوام نگاه کنیم میخوام از این وسط در بیارم. یک دو بکنم این خوب باشه برای بچه ها، راحت تر کمتر میریزه. تست کنیم. همجور فلان آویزونه. صدا خوبه؟ ببین خوبش اینه که همه گل هندونه رو میخورن دیگه، سهم یکی نمیشه بقیه گوشتاشو رو بخورن. ریخ دیگه پنجا میچه که میاد اینجا. بینگ هوا
حتی تو شلوارک اینجا رو بیای بالا. آقا این روش واقعا روش کاربردی و باحالیه، خیلی هندونه هم خوشمزه تره، هم ترتمیزتره، مناسب مهمونی و مجالسه. بریم بعدی. خب بچه ها میخواییم بریم ببینیم این یکی یه ترفند به نظر من خفن هندونه ایه. بریم ببینیم آیا میتره که یا نه. بریم با هم ببینیم. چقدر چوب کبریت؟ چند تا بسته است؟ ما داریم اینقدر چوب کبریت از ایران میخوریم. اوتیش میده خدایش الان میتره که وای فکر کن ما تو خونمو بکنیم، کل در دیوار خونمو بوی هندونه میگیره. چرا خاموش شد؟ داره خاموش شد. چی شد؟ نکن همین؟ همین سر کار گذاشته. خدایش خیلی مسخره بود. من از اول ویدیو تا حالا من منتظر این صحنه بودم. یعنی ببین اگه میترکید من حاضرم تمام خونه رو زرم تکم، چون خیلی حال میده به ترکه. عزیزم من یه طرفم بلدم به ترکه ها کش بندازی. نه با آتیش به ترکه. اگه با آتیش به اگه با کبریت به ترکه میکنم. اگه با کبریت به ترکه من خیلی پایم، ولی به نظر من ارزشش نداشت. بابا بچه من شده بگم. بابا چه اگه به ترکه من فیدم اصلا دو تا سوراخ بذاری، دو تا هم کبریت بزنی زیاد. خب بابا داشت این رو شد به ترکه. آه امیرالی آزمایش هم. ولی آقا به نظر من ارزشش رو نداشت تستش کنیم. حالا شما تو کامنت بهمون بگین که تستش کنیم یا نه، چون دیگه امروز هندونه‌هامون تموم شد. خب بریم فعلا سراغ یخ در بهشت. مامان آقا این یخش خیلی یخ نشده، ولی در حد یخ در بهشتی که محمد حسن اصرار داره یخ در بهشت، یخ در بهشت شده ولی بستنی نشده. اول من میگم بچه ها تست کنم ببینم خنک شده چه مدهش. نه من نمیخورم استرار ما رو. خوشمزه است. میدونی مزه چی گرفته؟ شربت مثلا شربت درست میکنیم، خیار رنده شده اونجوری میریزیم توش با سکنجبین. آره یه جورای شبیه اون شده. گلاب و لیمو ترش و ایناست دیگه. خوشمزه است. یه مناسب یخمک و اینا هست ها. آره بستنی یخی یه نوشیدنی خفن واسه گرما وقتی برقاتون میره میتونید داره هم بخورید خنک شه. مرسی که تا اینجا ویدیو با هم